چگونه در دقیقه 90 در حق مولوی مهدی ظالم شد و او گل خورد. روایت تازه از مارشال دوستم که مو را در بدن سیخ می سازد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر و یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمده. مشروع اخبار. بشیر احمد قاسانی روی برگه فیسبوکش می نگارد چند حرف درباره مولوی مهدی. در روزای سقوط من در بامیان بودم و متاسفانه عده‌ای از غندک و بغلان و چهار قریه که در بامیان غیر از آره هستند کمر و غارت دار و ندار از آره ها بسته بودند و چنین نیست شد. قبل از اینکه پشتون ها وارد شهر بشوند حتی عده‌ای از سادات زورگویی میکردند. مولوی مهدی با قلدری و چابکی اداره امور بامیان را به عهده گرفت. اکثر اموال غارت شده در بامیان به شمول موتر و وسایل قیمتی دیگر را از غارتگران پس گرفت. یعنی اگر مهدی نمی بود جان و مال و ناموس هزاره ها به تاراج می رفت. ده ها هزاره که در روزای نخست توسط طالبان بازداشت شده بودند با وساطت و زورگویی مهدی از بند رها شد. اگر ترس از مهدی وجود نمی داشت، سید علی احسانی فرمانده طالبان در یکاولنگ زهیر را در ملای عام ادام میکرد. اولین نافرمانی مهدی برای بازگشای مکاتب دخترانه در هزارستان بود. مهدی علنا فرمان امیرالمومنین را رد کرد و خواستار بازگشای مکاتب دخترانه شد. وقتی در بلخاب هزاران نفر از کارگران معدن که محلی و هزاره بودند توسط طالبان از کار بیکار شدند، مهدی اعتراض کرد. حالا عده گیلاس قهوه در دست از غرب برچسب طالب و جلاد و دزد سر گردنه بر مهدی میزنند. اگر دیگران نفهمند، من و توی هزاره خوب میدانیم هزاره هرگز طالب نمی شود. شخصیت، تربیت و ساختارهای فکری شخصیت یک هزاره با منطق طالبانی از ریشه همخوانی ندارد. در روزهای بیکسی هزاره تلاش کرد برای مردمش دسته باشد برای نجات، اما نشد. حتی اگر عقل و اداهای روشن فکریتان اجازه می دهد حقایق را ببینید. اگر دل سخت تر از سنگتان از سیمای یک فرزند هزاره در اسارت درد نمی آید، لااقل رسم قدیم را رعایت کرده پشت مرده یا وسرایی نکنید. مولوی مهدی دیگر زنده نیست. خیالتان جمع آقایان و خانم های روشن فکر. ای کاش مولوی مهدی در کوههای بلخاب می مرد ولی به طرف ایران نمی رفت. این برای تمام شیعان افغانستان همچون روز روشن است که دولت ایران دشمن هزاره می باشد و یادتان است که قاسم سلیمان افسر خاص خامنه ای در پنچیر مسعود را حمایت فکری و نظامی می کرد و برای شیعان کتاب مذهبی روان می کرد. و در آخر یک سوال، اسماعیل خان رهبر جهادی ضد طالب در هرات مستقیم با لباس جنگ و در میدان نبرد با طالبان اسیر شد، چرا طالبان او را نکشت؟ چرا اسماعیل خان وقتی به ایران فرار کرد بازداشت نشد و تیرباران نشد؟ چرا حکومت ایران اسماعیل خان را گرفته به خاطر که آب را به ایران بسته نکند تحویل طالب نداد که مهدی را به خاطر خوشخدمتی گرفت و تحویل طالب داد؟ کارمندان این کانال در این مورد نظری ندارند. و در پایان، گلامیری روی برگه فیسبوکش نگاشته است مارشال دوستم به طالبان جنگ رای ال نیز با ما مذاکره کنید. استفاده یک جمله در دو زمان و دو موقعیت متفاوت یک معنا و مفهوم را می دهد. مارشال دوستم و متوکل وزیر سابق طالبان در دو زمان متفاوت گفتند جنگ رای حل نیست. کسان لب به اعتراف می گشایند، یعنی در حال زوال و شکست هستند و از جایگاه ضعف چنین سخنی را بیان می کنند. روزگار طالبان 90% افغانستان را در دست داشتند. وزیر خارجه آن دوره طالبان احمد متوکل گفت جنگ رای حل نیست. احمد شاه مسعود معتاد به جنگ است. ما باید مذاکره کنیم. یعنی با وجودی که نزدیک تمام کشور را در اختیار داشتند اعتراف و شکست کردند. حالا طالبان تمام کشور را در اختیار دارند. مارشال کشور از انقره و قصر مجلل خود پیام می دهد جنگ رای حل نیست. طالبان باید با ما مذاکره کنند.
بازیگران نظامی و سیاسی وقتی باب مذاکره را می گشایند از جایگاه قدرت وارد می شوند، نه با تعظیم و تسلیم شدن. طالبان می فرمایند بیایید مذاکره کنیم، اما این مذاکره به معنای تغییر تحول در این گروه افراطی و نظام کشور نیست، بلکه به معنای تسلیم شدن به قید و شرط مارشال مانند هاست که تعهد دهند دیگر اعتراض نکنند، حتی اگر روزگار مردم را با قتل عام غصب زمین سیاه کنند. گاهی می تواند یک سخن کوتاه رهبران سیاسی پیروان خود را به نابودی سوق دهد. گاهی یک جمله نابخردانه می تواند ناامیدی و شکست را نشان بدهد. گاهی یک جمله می تواند آرزوها و رویاها را برباد دهد. هرگز از یک جایگاه ضعیف پیشنهاد مذاکره با یک گروه قومی قبیله‌ای و افراطی مذهبی ندهید. گل امیری. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.